بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام علی عباده الذين اصطفى اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم باز هم دوستای نهایت عزیز و گرامی برنامه فرهنگ و تمدن اسلام است و با گذشت یک هفته باز هم خدمت شما عزیزان قرار گرفتیم سوالاتی را که شما باز هم بر ما فرستاده بودید و کسایی که درست سوالات خود بر ما پرسیده بودن و روان کرده بودن ما گرفتیم بعضی از سوالات قسمی است ما قبلا هم یادواری کرده بودم که مفهومی از او گرفتن میشه خواهش خواهشم از تمام دوستایی است که وقتی ما پوستی میگذاریم خاطر از اینکه سوالتان رو بگذارید دقیق سوالتان بپرسین انشالله حتما ما میگیریم و از جناب استاد میپرسیم و مهمان برنامه این هفته ما هم جناب عبدالسمد قاضیزاده هست جناب استاد خوش آمدید به برنامه تشکر سلامت بشین عرض سلام احترام خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز خواهر و برادر السلام علیکم و رحمت الله تشکر از دعوتتون در برنامه. علیکم السلام و, و رحمت الله سلام چون در روزهای قرار داریم که باز هم مرض مرضی که همه دنیا را به تشویش انداخته و ما هم با توکل به خداوند و با استفاده از وسایلی را که انسان میتونه از وسایل به خاطر نجات از او استفاده کنه استفاده میکنیم و او طرفش میگذاریم به خداوند که خداوند خودش وسیله ساز است اولین سوالی که از دوستای ما در ارتباط به سوالات و مسائلی که پرسیدن محمد است ای پرسیده است که از نظر اسلام سفر کردن تا چقدر وقت جایز است یعنی دور بودن انسان از خانواده و فامیل برای یک انسان به چه اندازه و چه زمانی جواز دارد که دور باشد از فامیل و خانواده بسیار علی تشکر ببینید هر انسان آرزو داره وقتی ازدواج میکنه در کنار همسرش باشه بله این آرزوی هر زن و مردی است که بعد از عروسی و بعد از ازدواج در کنار همدیگر دیگر باشه بله و تا جایی که امکان داره بعد انسان کوشش بکنه در کنار همسرش باشه بله و شما در تعامل رسول الله صلی الله علیه وسلم می می‌بینی که پیامبری را عملا در زندگیش ثابت ساخته پیامبر صلی الله علیه و حتی در سفر بدون یکی از همسرانش سفر نمیکردن تا جایی که امکان داشت در مسافرت هم یکی از همسرانش با خودشان می‌بردند می بله. و بیشتر کوشش میکردن که در خانه باشند در کنار همسرانش بله. در زمان عمر رضی الله شبی از شبها حضرت عمر رضی الله تعالی در کوچه های مدینه برای گشت و گذار یا برای مراقبت از حالت رعیت بیرون شده بود در نیمه شب که این عادت حضرت عمر بود بله. از کنار یک خانه رد میشه صدای یک خواندن یک خانم یا سرود خاندن یک خانم به گوش عمر رضی الله تعالی میرسه بله. که در فراق شوهرش که شوهرش در سفر رفته در جهاد اشتراک کرده و از غم و غصه ای که نسبت به شوهرش داره به اصطلاح شعر میخانه در دوری از فراغت شوهر بسیار متعجب میشه شود رضی الله که یعنی چی چرا در این نیمه شب به بی خانم بیدار هست در فراغ شوهرش شعر می وقتی میای شب به خانه او بر صبح میشه از دخترش همسر پیامبر صلی الله علیه و حضرت حفصه سوال میکنه بله فرزند عزیزم یک زن تا چه زمانی میتونه از شوهرش دور باشه یا چقدر میتونه که فراق شوهر و دوری شوهرش تحمل بکنه یا به تعبیری دیگر تا چه بله. زمان میتونه عزت و حفظ بکنه بدون شوهر بله حضرت حفصه رضی الله تعالی میگه که تا چهار ماه یا نهایتش چهار و نیم ماه یک زن میتونه که تحمل بکنه فراق بله. شوهره یعنی بسیار بالش سخت تموم میشه بعد از این قضیه اونجاست که حضرت عمر فرمان صادر میکنه از جمله فرامینی که در زمان حکمتش صادر کرده بله. یکی همین قضیه است که هیچ مردی حق نداره از چهار ماه بیشتر در سفر باشه ولی حتی اگر در صف جهاد است گروه دیگری باید برای جای اونها اونها بر بگردن به خانه ایشان بر بگردن و این قابل اجرا هم شد نظر به همین حالتی که خودش دیده بود بنان استاد عزیز اول خب بهتر است که بدون همسر جدایی نباشه هستن دوری نباشه یک بحث است دومش اگر تا جایی که امکان داره همسر با خود انسان ببره در سفر کار بسیار نیکی اگر توانایی داشته باشه سنت رسول الله صلی الله علیه و آله همین است از چهار ماه بیشتر مسافرت نکنه چهارمش حالت ضرورت ما امروز تعداد کثیری از جوانان عزیز ما نه. که بسیار با آرزو و امید بلند ازدواج کردن عروسی کردن بنابر عرف و جامعه ما متاسفانه بسیار قرضدار و پریشان در بدر شدن و رفتن به سفر زن اینجا به خانه مونده اونها تقریبا یک سال دو سال یا در کشورهای مختلف به سفرن نه. یا از نیمه را به اصطلاح برای اینها مشکلی برخورده پس دوباره برگشت خوردن به خانه یا مثلا در دریا غرق شدن یا رفتن دیگه برنگشتن بنان حالات ضرورت حالات جدا است اگر کسی بنا بر خاطر ضرورتی که داره به خاطر کار از اگر دیرتر و... هم بشه به اصطلاح از چهار ماه برش گناه نمیشه. اما بهتر و احسن تر همون چیزی که گفتم اول خوب بهتر است که دور نباشن از بلد. هم دیگر دوم اگر میره رو, رو با خود به سفر ببر اگر امکاناتش داره سومی که از چهار ما بیشتر نباشه این سفر طولانی نشه و چهارمش حالات ضرورت است که اگر بیشتر هم باشه تا یک سال هم باشه گناه نمیشه چون ضرورت بلد. برش مشکلات جامعه ما میری میکنه اگر امروز ما فکر بکنیم یک شوهر اگر میره به مسافرت در راه دور می باشه ولی امکانات و توانایی های امروز به دست آمده که میتونن تصویری یا ای ک صوتی احوال هم, دیگر داشته, باشن احوال هم دیگر داشته باشن. این حکم پابر هست یا ای که میتونه که تغییر بکنه خب ببینید بعضی از مسائلی از این طریق حل میشه مثلا احوال گرفتن از حال همدیگر، بله. واقف بودن از حال همدیگر، صحبت کردن درد دل کردن با همدیگر دیگر اظهار محبت کردن. کردن این مسائل بله. میشه ولی آنچه که اصل قضیه است که هر وجود در وجود هر انسانی بله. نیازهای متعدد است یکی از جمله نیازهای وجودی انسان غریزه جنسی هست که بله. او لازم به برآورده کردن هست که بله. کو از طریق تصویر یا از طریق زنگ زدن راه حل نداره بله. باید بر بگرده و کنار هم باشن زن و شوهر به اساس همین قضیه هم به اصطلاح با هم ازدواج کردن که یکی از حکمت های ازدواج بلی. هم همین است غالبا چون بلی. نیاز وجودی انسان باید برآورده بشه بله بسیار زیاد تشکر باز هم سلامت بشه بیننده دیگر ما به نام سمیرا پرسیدن که آیا غسل کردن زن و شوهر در حمام یک جا جواز دارد ببینید عزیزان من وقتی که همبستری زن و شوهر که سقیلتر یا غلیستر نسبت به ای قضیه جواز داشته باشه غسل کردن که یک چیز طبیعی هست با. یک مثلا دومی که ما در حدیث داریم که وقتی این قضايا تذکر داده میشه در حدیث به معنایی است که تعلیمی برای امت هست نشان با. دادن برای امت هست حضرت عایشه رضی الله تعالی مادر عزیزمون میفرمایند من با رسول الله صلی الله علیه و از یک ظرف آب میگرفتیم و حمام میکردیم حتی این جمله رو تکرار میکنه اضافه میکنه که من به رسول الله صلی الله علیه میگفتم که زیاد عجله نکن آب شما زیاد استفاده میکنید به منم بگذار از آب یعنی معلوم میشه که با پیامبر صلی الله علیه و در یک حمام حمام میکردیم خب اون زمان امکانات خودشان بوده بود به سلام و ظرفیت ها و امکانات و توانمندی و زمان به خودش برمیگردد در شرایطی که الحمدلله امکانات بسیار بالا فوق العاده در اختیار بنا هیچ اشکال شری نداره از لازم شری میتونه زن و شوهر با هم حمام بکنه مشکل وجود نداره تشکر باز هم فرهاد بیننده دیگر ما گفته که زن در کدام حالات می درخواست طلاق طلاق بکنند زنان که گناه برش نباشه و همچنان این که چرا صلاحیت طلاق به دست مرد داده شده این سوال جوابش ان شاء بعد از یک وقفه کوتاه میگیریم دوستان عزیز ما را دنبال بکنید باز هم برگشتیم دوستای نهایت عزیز در ارتباط به این که زن در کدام حالات میتواند درخواست طلاق بکند که گناه نباشه برش این درخواست و همچنان چرا صلاحیت طلاق برای مردها داده شده بسیار عالی سال عزیز ما تقریبا سه بخش داره بخش اولش زن در کدام حالات میتونه درخواست طلاق بنماید که برش گناه نشه یعنی معلوم میشه که حالاتی هست که گناه هم داره اگر درخواست طلاق بکنه ببینید رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه اگر زنی بدون ضرورت بدون موجب بدون مشکل به خاطر هوا و هوس به خاطر خواهشات نفسانی از شوهرش درخواست طلاق بکنه الله تبارک و تعالی رحمتیش ازش دور میکنه خب این بخش اولش بخش دوم در کدام حالات زن میتواند درخواست طلاق کند ببینید حالات مختلفی است که در فقه اسلامی تذکر داده شده روی قضايا یک حالتی که زن میتونه از شوهرش درخواست طلاق بکنه و هیچ گناهی هم برش نیست زمانی که شوهر بی تفاوت باشه در برابر حقوق همسرش اسلام میگه مرد در برابر زن مکلفیت های داره مثل که این زن در برابر شوهر مکلفیت ها و مسئولیت های داره اگر شوهری در برابر حقوق همسرش کمرسی بکند ده. نفقهش را نپردازد و مسائل عواطفیش نرسد و مسائل دیگرش نرسد بنا بی تفاوت باشه در برابر قضیه زن میتونه درخواست طلاق بکنه چون حقش پایمال شد ای یک حالت دوم بخصوص در بحث مسائل جنسی مثل که گفت پیشتر گفته شد یک ضرورت انسانه یک ده. نیاز وجودی هر انسانه هر انسانی غریزه در وجودش است اگر مردی قدرتی همبستری را با همسرش نداشته باشه یا توانش نباشه یا مشکل شرعی داشته باشه در این لازم <تصفح> بنابراین زن میتونه درخواست طلاق بکنه شوهرش حالتی سوم حالتی است که اگر حبس طولانی شوهر میره زندان میره 20 سال 15 سال سرش حبس میاد این زن چطور باید عمرش ازهای بکنه 15 سال 20 سال در خانه بنشینه که تا او آزاد بشه از زندان خب اگر اخلاقا خودش حاضر میشه میگه که من حاضرم بلو اگر 50 سال شوارم در زندان باشه به خاطر به بشینم خب این مربوط به خودش میشه این مربوط به ما وفاداری و اخلاق و نزاکت و تربیت خودش برمیگرده ویل اگر نه مراجعه بکنه درخواست طلاق بکنه برش گناهی نیست چرا به خاطر اینکه که 15 سال و 20 سال یک عمر است برای انسان بناهن این نیاز داره ضرورت داره به یک همدم و همسفر و یک رفیقی که در کنارش باشه شوهرش منظورم هموست و حالت دیگری که میتونه درخواست طلاق بکنه اگر در صورتی که مثلا مرضهای سری باشه خطرناک مثل مثلا مرض ایدز ثابت بشه که ولی نمی شوهر مرض ایدز داره اگر این خانم با او هم بستر بشه از او به این انتقال پیدا میکنه و در سر دو چار میشه در این حالت میتونه درخواست طلاق بکنه برایش هیچ گناهی هم از لحاظ شرعی وجود نه. نداره و عین قضیه حالت دیگری که زن میتونه از شوهر درخواست طلاق بکنه بلد. وقتی ما میگیم زن میتونه درخواست طلاق بکنه به این معنا که در نمی حالات حق با زن است میتونه به محکمه اسلامی مراجعه بکنه بلد. و محکمه به در بین ای زن و شوهر تفریق, تفریق ایجاد میکنه. به او حالت تنفر هست. تنفر از این جمله ایم سوی استفاده نکنن بعضی از عزیزان ما ما یک داستان داریم در زمان رسول الله صلی الله علیه و یک زن میای نزد رسول الله صلی الله علیه و ارز عرض میکنه که یا رسول الله من از همسر میخوام جدا بشم پیامبر او رو تشویق میکنه ترغیب میکنه با همسر زندگی تا ادامه بدیم میگه یا رسول الله انسان خوبی است از لحاظ دیانت اعتقاد باور همه چیز ولی وقت من در مدینه گشتم فکر میکنم از شوهر من گندتر دیگه در مدینه نباشه ولی تنفر دارم نمیتونم با او زندگی بکنم اگر شما امر میکنید ادب رو ببینید اگر شما امر میکنید من حاضرم با جان و دل امر شما روی چشمانم بلید. با او زندگی بکنم ولی اگر حق با من است نمیخوام با او زندگی بکنم پیامبر صلی الله علیه و آله درخواست میکنه میگه خب این که برید یک باقر به با عنوان مهریه داده اگر هم زن بره و هم باغ بره و تعبیر مردم هم تاس بره و هم ماس بره خودی که چی میشه قضیه این متضرر میشه بلید. این خانم میگه حاضرم یا رسول الله مهر که بریم داده پس برگردونم به خودش ولی بریم طلاق بده که آزاد بشن. بله صلی بر شوهرش دستور میده میگه طلاقش بده اینجا زن درخواست طلاق کرده از رسول الله صلی الله علیه و سلم. بله. در این حالات زن میتونه که درخواست طلاق بکنه از همسرش و برایش هیچ گناهی هم نیست, نیست. بخش سوم سوال عزیز ما گفتن که چرا صلاحیت طلاق به دست مرد داده شده ببینید استاد عزیز گرامی بله. اگر ما دقیق اسلام رو مطالعه داشته باشیم دقیق قرآن و سنت را بفهمیم با این مشکلات بر نمیخوریم یقینا چون کسای سالات مطرح میکنن که یا فهم درست و کافی از اسلام ندارن یا فریب تبلیغات دشمن رو خوردن فکر میکنن میگن چرا اسلام صلاحیت طلاق رو به دست زن داده ببینید بله. طلاق حالات مختلفی داره بله. من سه حالت طلاق رو میگم یک حالت طلاق اسلام میگه کلا صلاحیت به دست زن هر لحظه خواست طلاق میده میره پشت کارش بله. ممکن عزیزی بگه که چنین چیزی هست بله. حالت دوم حالت است که کلا طلاق دست مرده بله. حالت سوم حالت توافقی است که هر دو <applause> بین زن و شوهر بله اگر زنی در وقت عقد ازدواج در وقت خواستگاری با شوهر شرط بگذاره فلانی من حاضرم با خودت ازدواج بکنم به شرط اینکه صلاحیت طلاق با من بدی و این مرد قبول بکنه این جوان بله <applause> عواطف است تو وقت میبینه بسیار دختر زیبا و بالاخره خوشندام و خوشقد برو میگه خیرم صلاحیت طلاق هم به دست خودی ده. ولی خوب است که صلاحیت طلاق دست خانم ها نیست لیلا اگر نه با یک سر کچلو و ده دفعه طلاق میده در خب جون کم و سلطر در قضیه بنان اگر جوان قبول کرد در وقت عقد نکاح که بلی صلاحیت به دست تو خب این طلاق کلا صلاحیتش از شوهر گرفته میشه انتقال پیدا میکنه برای خانم هر لحظه خواست شوهرش میتونه طلاق بده. این حالت است که دست زن است حالت دوم دو البته از این سوی استفاده نکنن از این به بعد بگن که والله سر هر عقدی دیگه ما شرط ما همیست که صلاحیت باید به با ما داده بشه بگذارید اما چیزی که اسلام اسلام گفته یا به ما حالت نرمال پیش بریم به ما ترتیب حالت دوم دو اگر شرط گذاشته نشه صلاحیت دست که در صورتی که شرط گذاشته میشه در موضوع به اعتمادی ها میباشه بله، حتما بله بله درصد در بی اعتباری اگر این شرط در وین نبود صلاحیت اطلاق دست مرده حالت سوم توافقی است توافق بقید. به این معنا ما به نام فسخم میگن خل هم میگن در اسلام زن و شوهر را با هم توافق میکنن وقتی میبینن که با هم دیگه زندگی کردن نمیتوانن واقعا دیگه امکان نداره اجرای وجود نداره زن برای مرد پیشنهاد میکنه بیا حاضر بشی با هم یک تفاهم میکنیم بالاخره به با هر چی که تفاهم کردن با هر مبلغی که تفاهم کردن خودش به شمست. هر چیزی که به میرن محکمه طلاق میشی زرمینا بیننده دیگر ما پرسیده که در وقت مصیبت و عزاداری دوستان و اقارب نزدیک ما هایی که نزدیکی از او کسایی که مصیبت دارن هستیم چه مسئولیت داریم که ادا بکنیم بسیار عالی استاد عزیز بگرامی سه مسئولیت عمده در وقت مصیبت اول چیزی که دین به ما تعلیم داده وقتی برای یک کسی مصیبتی میرسد حق یک مسلمان بالای مسلمان است که در مصیبتش باید اشتراک داشته باشه در مصیبت در کنار برادر مسلمانش باشه حتی رسول الله صلی الله علیه و میگه اگر با مصیبتی برادر به خواهر مسلمانت خودت مصیبت زده نشدی در ایمانیت باید تجدید نظر بود آن که برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم نپسند نپسن. آن به خودت دوست میداری برای دیگران هم دوست داشته باش متاسفانه در جامعه ما طور دشمن کار کرده که امروز اگر برای یک قوم مصیبتی میرسه قوم دیگه کف میزنه میگه برو خوب است میگه پشتون است خوب است تاجیک است از ما که نیست میگه در حالی که خلاف موازین اخلاق اسلامی است چرا رسول الله صلی الله علیه و میگه با مصیبت کسی نخندید که الله قدرت و توانایی داره او رو بردار سر شما بگذاره و مصیبت او از اون مصیبت راهی پیدا میکنه شما گرفتار میشه بنابراین وقتی برای کسی مصیبتی میرسد حقش است که در کنارش قرار داشته باشیم ما هم مصیبت داشته باشیم مثل او برادر به خواهر مسلمانمون این اول دوم بریم برش تسلیت عرض بکنیم شیوه تسلیت عرض کردن ای اسلام است اولا تا سه روز میتونیم که شما برید تسلیت عرض بعد سه روز برای کسی که مسافر بوده دور از وطن بوده درست است مشکل نیست وقتی برمیگرده میره اما برای مردمی که حاضرن دیگه بیشتر مزاحم نشه وقتی شما میرید به خانه کسی که مصیبت دیده مسئولیت دومیتان است که سه تا جمله رو برش تکرار بکنید اعظم الله اجرکم خداوند بزرگ بدهد برای شما اجر بسیار بزرگی عنایت کنه الله تبارک بتو خداوند بزرگ اجر بزرگی برای شما بده دوم و احسن اعضاکم اعضای شما را خداوند نیک بگردان یک اعضای نیک یعنی به این معنا که طبق دستورات دین مبین اسلام عزاداری بکنید یعنی به سر و صورت نزنید موی سر نکنید نوحه سرایی نکنید با خدا دعوا و جنجال نکنید شما در وضع از مصیبت ها بروید ببینید که چی کفر که نمیگه بله. خدایا زورت به ما رسید غیر از ما کسی ندیدی تنها ای جوان را نامراد و ناکام نبود. کردی وقتا مرگش نبود کل نمی الفاظ الفاظ است که انسان به کفر میکشانه وقتی تو میگی وقتا مرگیزی نبود یعنی بیمانا که نوزو بالله خداوند که خالقش است نفهمیده م. وقتا مرگیزی پیش از وقتی زی بریزی مرگ داده تو میگی ای جوان ناکام و نامراد چه چی خبر داری ناکام و نامراد کسی است که از دنیا بدون عمل صالح بری الا کسانی که پاداش خوب دارن عمل صالح دارن مر... کامیاب هم هستن با مراد هم هستن. بنابراین این جمله دوم برش بگید که ازاداری بسیار خوب داشت صفوم سوم جمله که برش تکرار میکنیم است که وغفر میت الله ببخشد میت شما را خداوند بیامرزد اگر ما در وقت عزاداری و مصیبت به خانواده و فامیلی را که مصیبت داره غم شریکی میکنیم واقعا اما بار سنگینی که روی شانه های از اینا هستن او را دور میکنیم از سرشانه هایشان و دقم از اینها شریک میشویم اما کلمات را که شما استفاده سمجد. کردی یقینا دوستای عزیز یک وقفه کوتاه میگیریم دوباره بر میگردیم و انشاءالله سوالات دیگر هم میپرسیم باز هم خوش آمدید بیننده های نهایت عزیز برنامه فرهنگ و تمدن اسلام است و استاد قاضی قاضیزاده باز هم مهمان برنامه ما هستند همیشه لطف میکنند و به دعوت ما لبیک میگویند و زحمت میکشند میان جناب قاضیزاده سید در این موردی که قبلا ما صحبت کردیم اگر در امروز ما ببینیم بعضی از جاها و مناطق قسم میکنند که کسی که مصیبت داره اقارب نزدیک و دوری ازی یک مقدار پول جمع میکنن به همراه خود مثلا هر فامیل و خانواده جمع میکنن به 500 و 400 و هر اندازه ای را که توانمندی هست در وجودشان و این را جمع میکنن به اون فامیل میتن فامیل و اقاربی که نزدیک هستن نان تهیه میکنن ای این همو چیز یعنی جا با از همو چیزی را که شما پیشتر گفتین که باید به خانواده دیگر ایار را ببرن یا بیارن برشان جای زور جایگزین میشه یا برش ببینید استاد از تفاوت در است که وقتی میگیم که برای کسی که از یک طرف ازاداری داره از طرف دیگر مال وارثین است پیش از تقسیم میراث کسی حق نداره از او مال <تصفح> اون مال به اسم مصرف کنه نکته سوم در اونجا ممکن یتیمای در خانه وجود داشته باشه حق یتیم ضایع میشه به اول حاضر است که درست نیست که اون مالی از او به اصطلاح پله و جور بشه و چله و جور بشه و مردم دعوت بشن در این روز به نام حالا به نام ختم قرآن باشه به هر نامی که باشه <تصفح> <تصفح> بدیر استفاده بکنند اما اگر دوستان اقارب دیگری غیر از نیمه مال اینها دیگه کسای دلسوزی میکنن نان تهیه میکنه پول جمع میکنه مهمانشان خدمت میکنن دعوت میکنن به هر نامی که باشه او بی به صلاح قابل مقایسه نیست یعنی مشکلی نداره و یک کاری است که از نزاکتا یا از روی اخلاقا دوستانشان همین همکاری را میکنن یا می فداکاری را میکنن به خاطر سبک شدن بار مصیبت دلی. اینها یا به خاطر خدمت کردن مهمانان ها و ان مشکلی وجود نداره در قضیه بسیار زیاد تشکر باز هم به تشکر سب. احمد شاکر بیننده دیگر ما پرسیده که آیا با کرایه دادن خانه که گروی هست سود می شود یا خیر و در مجموع گروی درست است که آدم گرو بگیره استاد عزیز به گرامی گروی ست حالت داره بله یک حالتش متفقن علیه درست است یک حالتش متفق علی نادرست است یک حالتش اختلافی است محلی. حالتی که درست است ببینید آنچه که در قرآن ذکر است بحث گروی فریحان و مقبوزه محلی. بحث گروی است آیت قرآن است نه. اینکه اختلافی در این قضیه نیست به این معناست. است من وقت ضرورتی به پول پیدا میکنم در یک جایی مثلا شما تصور بکنید تلفونی ما از قیمتش بیس هزار محلی. من نیاز دارم ضرورت دارم برای پانزه هزار پول میان براتان میگم که برای ما پانزه هزار پول بدیم شما به خاطری به اصطلاع اعتماد که میکنید میگید خب من چطور برای پول بدم پانزه هزار پول بعد از یک اعتماد وجود داشته باشه یک چیز تزمینی زمانتی من بعد همین تلفون خود رو نزد شما میگذارم میگم من این تلفون منحیسی گروه به نزد شما هست اگر من فرار کردم یا خدای ناکرده فوت کردم شما تلفون مرا میفروشید مبلغ پولی تانه بر میگردانید. اگر چیزی اضافه شد رو به وارثینم تسلیم میکنیم نشد خلاص بسم الله الله این چیزی است که اختلاف کسی در این قضیه نداره بس. یعنی من زمانته زمانت، من حیث تضمین من حیث امانت به نزد شما گذاشته است این اصل گروی که در اسلام منظور همین قضیه است در از کسی اختلاف غز... نداره در این قضیه نکته دوم که اختلاف است به اصطلاح بازم در ذو اتفاق نظر است که هیچ درست نیست همین بحث است که یک جنس شما به گرو کنید یا خانه را به گرو بگیرید باز بعد به کرایه بدید سود مطلق سود همیست رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه هر قرضی که منجر به منفعت رساندن به نفع باشه سود است ما مثلا نیاز به پول دارم شما نیاز به خانه داریم ما خانه خود رو برتان میدم شما 5 لاک روپیه پول برای من میدیم بعد همه خانه ای مرا که شما به اصطلاح به ایواز می پول به ایواز ضمانت بوده شما خانه خانه را باز به گرو میدیم برج 10000 15000 از دو طریق میگیریم سود است هیچ اختلافی در این قضیه وجود نداره مسئله سوم که بعضی از علما بو اختلاف دارن و بعضی مخالفشن بعض موافقشن قضیه بحثی به نام بیع وفا میگن بله در بیع وفا اکثریت علما به این نظرن که در شرایطی ضرورت در حالت کنونی در عصر معاصر جزء ضروریات جامعه ما محسوب میشه بلی. مشکلات مردم زیاد است بنا این درست است بیع وفا به بی این معنا که یک بیع است عین قضیه شما مثلا یک میلیون افغانی را برای من میدیم مخانه خود می میکنم یک قواره و سند نوشته میشه در بین ما و شما که تا این مدت یک سال دو سال اگر به اصطلاح پول رو برگرداندیم خانه را رو گردانیم نگرداندیم خلاص خانه خانه است بله. اینو میگن به ای وفا به همون طرف هر دو،, هر دو طرف قضیه باید به اصطلاح کوشش بکنن که در ازی وفادار باشن یعنی خودم خدای کدام خیانت و کوتاهی نکنن بنان قضیه پاسخی برادر ما بسیار زیاد تشکر باز هم بیننده دیگر ما به نام تهمینه پرسیدن که آیا ازدواج با زنان بیوه کدام مشکل داره که مردم آن را بد میگن بعضی ها بعضی فامیل ها میگه حتی ننگ میدانند که آن را امیر یعنی yani طب estranAng... ازدواج با بیوه را ننگ میدانند و دلیل تعدد زوجات پیامبر صلی الله علیه و سلم چی بوده که دشمنان اسلام میگن بیجا یا که به خاطر حب به شهوترانی ازدواج کرده بودن ببینید استاد عزیز اولا از نظر کرامت انسانی جایگاه از نظر موقف بله. زنان همه یکی هن. فرق نمیکنه کنه ای زن بیوه باشه یا بسترا دختر باشه همه قابل حرمت و احترام هن. همه قابل به اصطلاح رحم و شفقت و ترحمان که بر اونها باید رحم بشه نکته مهم اینجاست که ازدواج با زن بیوه سنت هست یک مسئله نکته بعدی قضیه است که اگر مرد توافق میکنه جوانی حاضر میشه با زن بیوه ازدواج کنه کسی حق مداخلت نداره چون بحث ازدواج قضیه فرد دو فرد است بین هم دیگر جور میان برای مردم دیگه حق مداخله وجود نداره در اینجا چرا باید مداخله کنن که ولات تو چرا رفتی زن بیوه گرفتی یا چنین کردی یا چنان کردی بله دیگری که قابل تذکر است در اینجا در بعضی از موارد حتی ممکن زندگی کردن با یک خانم بیوه خیلی بهتر باشد نسبت به یک دختر تفاوتش در چیز بله. یک خانم ای که هزارها سختی مشکلات رنج مشقتی زندگی را دیده تلخی و شیرینی زندگی را دیده بله. با یک کولبار از تجربه هست شاید اگر با یک مرد ازدواج میکنه این بار بهتر زندگی بکنه نظر به تجربه‌ای بله. که داره در گذشته نظر به حالات مختلفی که در زندگی دیده بله. اما دختری که هیچ تجربه نداره تازه وارد خانه شوهر میشه تا زمانی که اینها همدیگر درک بکنن تا زمانی که با خود و طبیعت و اخلاق همدیگر آشنا بشن تا زمانی که سختی های زندگی رو به اصطلاح بتونه تحمل بکنه تا زمانی که همه موارد زندگی رو درک بکنه بسیار طول میکشه به همون از اکثریت جوانان ما وقتی که تازه عروسی میکنن تا مدت یک سال دو سال چهار سال در اول زندگی بسیار مشکلات دارن چون بی تجربه هستن بی قضیم. خب این چیزی طبیعی است که نظر به خواست خود انسانه اگر دختر انتخاب میکنه یا بیوه انتخاب میکنه ولی در حدیث ما داریم که رسول الله صلی الله علیه و یک نکته که ذکر میده است که یک صحابه آمد گفت که یا رسول الله من ازدواج کردم پیامبر فرمود که با دختر است یا با زن بیوه گفت که نه یا رسول الله با یک زن بیوه ازدواج کردم پیامبر صلی الله علیه و گفت که با دختر بعد ازدواج میکردی چون خود جوان طرف جوان بود یعنی مرد جوان بود شاید زندگی لذت بیشتر می دا. شاید بهتر می توانستیم اظهار محبت به هم دیگر بکنیم گفت رسول الله انتخاب خود همین بوده پیامبر صلی الله من انا کرد یا برش بگه که والله کار بد کردی یا نادرست کردی یا ایتور کردی یا اوتور بله. کردی بلکه از روی دید خودش برای او گفت که اگر این کارا میکردی ممکن برای زندگیت مفیدتر می بله. و عملا خود رسول الله صلی الله علیه و که شما در بین همسران پیامبر فقط یک دختر بوده دیگه اکثرا همسران پیامبر همه بیوه بودن بله. زنان بیوه بودن بله. بنا این برداشت مردم ما در جامعه ما به شکل که خدای ناکرده ازدواج با زن بیبر ننگ میدانن مای شرم و ساری میدانن مای خجالت میدانن یک برداشت دور از برداشت اسلامی است یعنی بله. در اسلام چنین چیزی وجود نداره بله اگر زن و مرد با هم تفاهم و نظر دارن بخوان ازدواج بکنن فرق نمیکنه دختر باشه بیبه باشه و نظر به انتخاب خودشان بله. است مشکلی که ما داریم در جامعه قضاوت های بی جای ما مثلا یک جوان ما میخواد با یک زن 30 ساله 35 ساله یا 40 ساله بیو ازدواج بکنه میبینی که دیگرها کاسه دختر از آش جور میشن بله. خب به شما چی ارتباط داره ی آدم میخواد با او زندگی بکنه وقتی اینها راضیان وقتی اینها میخوان با هم زندگی بکنن خب این چی ربطی برای دیگران داره بله. که مداخله کنه یا برعکسش یک دختر جوان میخواد مثلا با یک مرد 50 ساله ازدواج کنه شروع میشه سر و این والله اینا این ببینید بی ازدواج کرده وقتی خودش راضی است خودش انتخاب کرده میار انتخاب خودش بوده خب به شما چی دارد؟ جبر و اکراه در جبر و اکراه وجود نداره آنچه که ممنوع است جبر است اکراه است تحمیل کردن است ازدواج های مسلحتی ازدواج های اجباری بد دادن است یک قصایا نادرست است نکته دیگری که برادر ما در اینجا تذکر دادن اگر گفتن موافق باشید میریم یک وقفی کوتاه میگیریم و دوباره بر و در ارتباط به موضوعی را که شما به تعدد زوجات پیامبر صلی الله علیه و سلم میخوای اشاره بکنی ان بعد از وقفه باز هم خوش آمدید بیننده های نهایت گرامی برنامه ما قسمی هست که ما به همراه بیننده ها کاملا در تماس هستیم و سوالاتی را, سؤالاتی را سؤالاتی که مطرح میکنن واقعا سوالاتی, سوالاتی که همه کسایی که بیننده هستن ضرورت دارن که بدانن از این موارد و از این موضوعاتی را که مطرح میشه در برنامه ما ما بسیار خوشحال هستیم که دوستای ما بیباکانه و بسیار ساده میخوان بپرسن آن چیزی که در زمیرشان هستن و در دلشان هست یکی از دوستای ما پرسیدن که سیار تنها آیا استفاده از ادویجات مختلف به خاطر تقویه جنسی جواز دارد یعنی اسلام در ارتباط چه میگه؟ بسیار رالی فکر کنم قسمتی از سال بیشتر از اوام مانده بود دورم پاسخ بدیم گفت حکمت تعدد زوجات پیامبر صلی الله علیه و که امروز بسیار برداشت میکنن میگن محمد علی از بالله به خاطر شهوت رانی و به خاطر های نفسانی خود انتخاب کرده بوده ببینید برای رسول الله صلی الله علیه دشمن پنج پیشنهاد میکنه اگر اعلی الله توری می که رسول الله هم سرور به خاطر شهادت را نمی گرفت، هموز جای اول زمان اول زمان قبولی قضیه بود. در ابتدای دعوت، در ابتدای دعوت اول میان برای پیامبر صلی علیه و پیشنهاد مالی می کنن میگن هر چی پول میخوای برید میدیم دست از رسالت بردار. بردار. قبول نمی کنه. بعد برش پیشنهاد قدرت می تو کلان و بزرگ ما ما حاضریم به صلا تحت عنوان رایت زیر دستید ولی شرطی است که دست از رسالت بردار. بردار. قبول نمیکنه سوم برش میگن اگر هدف از این رسالت و از این دعوا و از گپا زن خواستن است زیباترین دخترای مکه و مدینه در اختیار بگذاریم نظر به اون طبق روالی که در گذشته بوده و حرم سراها و کشفش زیاد بوده همه چیز در اختیار میگذاریم پیامبر صلی الله قبول نمیکنه بعد میگه قسم به پروردگار اگر افتاده به یک دستم بگذارید محتاور در این دست دیگریم هرگز دست از رسالت بر نمیدار بعد چهارم پیشنهاد که برای پیغمبر میکنن میگن بیا خیر یک مدتی خدای ما رو عبادت کن ما یک مدت میایم خدای تو رو عبادت میکنیم با هم بالاخره جور میایم به ترتیب به بله. قسم مصالحه میکنیم قبول نمیکنه پنجم پیشنهاد جنگ و از زور استفاده میکنه دشمن کسایی که به این فکر رو باورن میگن که محمد علی از الله به خاطر شهوت رانی بوده اگر اول به خاطر قضیه بحث نفسانی و شهوت رانی بود در اوایل این پیشنهادها رو قبول میکرد دلی. یک مثلا دوم زنان بیوه را نمی گرفت زیباترین دخترها مطرح بود در اون جامعه بسترا موجود بود طبق زمان خودش حاضر بود افتخارانه برش بودن باید میره با دختران 18 سال و 20 سال و 25 سال استواج میکرد چرا زنان بیوه را انتخاب کردن بران حکمت تعدد زوجات رسول الله صلی اللہ چند حکمت که علما ذکر کردن یکی است که جنوی رحم و شفقت و ترحمی داره پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم زنای که بی سرپرست چند, نف... چند نفر چند نفری در نکایش در آورده به خاطر هم به اونا یک سرپرست بشه هم مصارف اونها تامین بشه هم به اصطلاح از اونا استفاده بشه در موارد مختلف پخش و نشر یک مساله دوم ای که به خاطر حفظ وحدت اعراب یک عادت داشتن که به اصطلاح دامادشان در برابر دامادشان خیلی غیرت داشتن یعنی به حدی پشت داماد خود استاد بودن که کسی اجازه نمیدادند برش یک حرف بزن به همون از رسول الله صلی الله علیه و از اقوام مختلف زر کدامش یک زن انتخاب کرده تا به اصطلاح فضای وحدت ایجاد بشه سومش شما تصور بکنید یک فرد کل جهان به به اصطلاح ضرورت و نیاز داشته باشه یا کسی میاد به خاطر ایمان آوردن کسی میاد به خاطر صحبت کردن کسی میاد به خاطر دیدن کسی میاد به خاطر مطرح کردن سوالات خود کسی میاد به خاطر تعلیم اسلام یک نفر آدم کل نمی موارد همه به سر زو به استرا فشار وارد باشه کی میتونه رسیدگی کنه به این همه مردم بنان یک قسمت بزرگ از مسائل دعوت و پخش و نشر دین همسران پیغمبر پیش میبردن به خاطر است که رسول الله صلی الله علیه و آله میگه نصف دین از آیشه بیاموزید شما بنا این قضیه برداشت مردم است پاسخ سؤال عزیزی دیگر ما که پرسان کردن گفتن که استفاده از ادویه ببینید ادویه دو تا حالت داره یکی ادویه است که از جنسش ذاتش حلال است ما در حدیث داریم که رسول الله صلی الله علیه و آله برای صحابه یا صحابه خرما را در آب می انداختن یا در شیر یک روز دو روز سه روز از سه روز بیشتر نمیمون بعد دور استفاده میکرد به خاطر تقویتی بدن بود خب طبق زمان همی بود امکانات اون زمان اگر ادویه که مثلا از یونانی باشه یا مطمئن باشید که از مواد حلال است و در ضمنش متضرر هم به وجود نداشته باشید مشکلی نداره یک بخشش بخش دوم اگر ادویه خارجی باشه استفاده خارجی داره نیازی مثلا برای خوردن نیست مثل کریم است مثل اسپری است اگر در صورتی که اتباع متخصصین تایید میکنه که به اصطلاح کدام ضرر جانبی به وجود انسان نداره بازم مشکل نداره حالت سوم اگر ثابت بشه که هم متضرره بله. هم حرام است مثلا در شراب استفاده شده الکل استفاده شده درش گوشت خوک استفاده شده مواردی که اسلام او رو نامشروع میگه هر انسان مسلمان مکلف است که ازش باید دوری بکنه بله. حق استفاده از اون نداره بسیار زیاد تشکر مزمل پناهی پرسیدن که آیا از نظر اسلام جواز داره نصیحت کردن به پدر و مادر در صورتی که میبینی خلاف دین کار انجام میده بسیار عالی ببینید استاد عزیز یک برداشتی که در جامعه ماست متاسفانه برداشت غلطی است که فکر میکنن که دیگه پسر در برابر پدر و مادر یا فرزندان دیگه هیچ حقی ندارن که صدا بلند کنن در حالی که وقتی شما در قرآن وقت مراجعه میکنید قضیه را به صراحت میبینید در اونجا ده. یا در سیرت صحابه میبینید که صحابه زیادی بوده که پدر و مادرانشان دعوت به اسلام کرده ده. حتی وقتی پدر و مادرش دعوت اسلام را نپذیرفته با او قطع رابطه کرده ده. بلال رضی تعالی مادرش عمر دعوت میده که بیا ایمان بیار باید. آخر میای نزد رسول الله صلی الله علیه و میگه که یا رسول الله تو دعا کن که خداوند هدایت نصیب مادرم گردان ابوبکر رضی الله تعالی پدرش بعد از فتح مکه ابو قافه مصیفت شده خودش او را حمل میکنه نزد رسول الله میاره و همیشه دعوتش میکرد که پدر دی اسلام را قبول در قرآن در جزء 16 شما وقت مراجعه کنید سوره مریم اونجا میبینید خیلی یک داستان جالب که یک دنیای از درس و به پند است درو ابراهیم علیه السلام برای پدرش توصیه میکنه يا أبت اني قد جاءني من العلم بدر من با علم فاتبعني اهدك صراطا صبيا، يا زمان اطاعت بكن تا راه راسر يا أبت لا تعبد الشيطان بدر الشيطان اطاعت نكن إبادة الشيطان نكن چرا نادرست يا أبت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن پدر من میترسم که تو به عذاب الهی گرفتار نشی نه. چرا این رو میکنی پدرش نصیحت میکنه یعنی در اسلام وقتی شما در قرآن مراجعه کنید حالات مختلف موقف های مختلفی پدر و پسر رو میبینید پدر با پسر مشورت کرده ابراهیم نه. با اسماعیل پسر با پدر مشورت کرده یوسف با یعقوب دختران به پدر مشورت دادن دختران شعیب برای شعیب پسر پدرش نصیحت کرده ابراهیم پدرش نصیحت کرده بلی. پدر پسرش نصیحت کرده لقمان یا بونه یه لا تشرک بالله این شرک لظلم و عظیم تا آخری جریان نصیحت لقمان, لقمان بنابراین این کدام ممنوعیتی وجود نداره اگر در صورتی که میبینید که واقعا پدر نمیفهمه یا به اساس جهله یا به اساس نادانیه یا در حقیقت ظلم مرتکب میشه در خانه بده بعضی پدرای در حق مادرها خیلی ظلم میکنه بچه کلا نشسته والا پدر است دیگه نمیشه گفته نه شما حق دارید باید از مادرت دفاع بکنی باید اگر پدرت خلاف میگه اگر حرف نادرست میزنه توهین و تحقیر میکنه مادرت برای پدرت باید بگی تذکر بده پدر ازم این همسرت است ای این آرامش فکر و روح و روانت است این ایمانت است نیم ایمانت پیامبر میگه من نمیگم چرا برش توهین بکنی باید بنان حق داره از لازم شریک و وجود نداره خب که برداشت جامعه ما برداشت خودشان است حتی در بعضی موارد اگر امکان داشته باشد که در امور دین هم میتونه بله. که پسر در مواردی که بله. علم داره میتونه به پدر بله. و مادر مشوراهایی بسیار نیک بله. و خوب توصیه میتونه بکنه در صورتی که علم آگاهی پسر داشته بله. باشه و در ضمن ببینه که پدر و مادر یک کاری را انجام دادن بله. که یا ظلم است یا مثلا به اساس نادانی بوده بله. شاید نفهمیده باشه پدر و مادر بله. بسیار زیاد تشکر باز به سباز هم دوستای عزیز یک وقفه کوتاه میگیریم دوباره بر میگردیم و انشالله موضوع ادامه داره یک قسمت اخیر ما باقی است باز هم خوش آمدید بیننده های نهایت گرامی برنامه فرهنگ و تمدن اسلام است و سوالات مختلفی را که دوستا فرستاده بودند و واقعا سوالات جالبی بود باید هر کسی را که ما میشه دعوت بکنیم که از طریق برنامه بیننده باشم برنامه را در وقت نشش یا که از طریق یوتیوب هم میشه شما بروید و یوتیوب چینل طلو را سر بزنید و از تمام برنامه هایی که ما داشتیم بیننده باشید و از موضوعاتی را که داریم استفاده بکنید بهار مستمن پرسیدن که حکم مردی که با خانم خود به مهری هیچ محبت نشان نمی بر خانم خود چی است؟ اسلام در ارتباط چه میگه؟ اساس و بنیاد ازدواج در اسلام بر اساس مهر و محبت گفته شده طوری که الله تبارک و تعالی در قرآن میگه و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم از وجل لتسکنو الیها و جعل بینکم موده و رحمت در هر ازدواجی که اگر تسکین نباشه آرامش نباشه در هر ازدواجی که اگر محبت نباشه مودت نباشه حرمت به احترام متقابل نباشه درک نباشه او ازدواج نیست نیست. بنابراین یک رابطه است بین زن شوهر. بنابراین باید مرد اظهار محبت ده. کنه. و غالبا تقاضای یک همسر یا تقاضای خانم از شوهرش همی چند تقاضا داره یک زن از شوهرش ده. یکیش که برش حرمت قائل بشه توهینش نکنه تحقیرش نکنه تمسخرش نکنه به اصطلاح گاه و بیگاه برش منت نگذاره یک دوم برش اظهار محبت و اظهار علاقه باید داشته باشه ما در سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم میبینید که برای خاطر تعلیم امت بعضی از موارد ذکر شده که آدم میبینه شاید ممکن بعض مردم بگه خب ای بعید است بعید نیست ولی تذکر داده شد رسول الله صلی الله علیه وسلم با همسرانش آنقدر مهر محبت میبرزه با اونها شوخی و مزاق میکنه با اونها مسابقه میده مسابقه دوش ولی همسرش عایشه رضی الله تعالی عنها را از روی مهر و محبت برش حمیرا میگه عایشه رضی الله تعالی عنها میگه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم قهر می بود من میفهمیدم که نام اصلی من میگرفت عایشه میگفت بله ولی وقتی که بریم حمیرا میگفت میفهمیدم که به اصطلاح خیلی سرحال و بلی. یا به اصطلاح به حالت عادیش است بناا یک مرد بعضی مردم متاسفانه منجمدن همه تو ساکت فقط یک بوت بری کنج خانه نشسته هستی تحرک و حرکتی نداره بلی. یک چیزی طبیعی است با یک کلام خوش با یک الفاظ نوازش شیرین زندگی تغییر میکنه این متعلق به سن و سال هم نیست ببینید بعضی چیزها رو انسان فطرتا دوست داره هر انسانی فطرتا احترام رو دوست داره بله. هر کس برش احترام بکنه خوشحال میشه چی بگوید چی نگوید در دلش خوشحاله هر انسان نوازش رو دوست داره نیاز به اطوفت داره نیاز به مهربانی داره نیاز به دلسوزی داره مرا پدر و مادرم نوازش بده خوشحال میشم شما را نوازش بدن خوشحال میشم هر زنی از شوهرش همی توقع را داره که شوهرش نوازشش بده اظهار علاقه برش نشان بده مهر و محبت برش اصلا توشنگیش باید برطرف بکنه آنقدر به همسرش مهر و محبت قائل بشه نوازشش بده که تا هیچ خالیگاهی در فکر زنش نمانه برای چیزی دیگه بسیار از مسائلی که خیانت صورت میگیره در زندگی بی تفاوتی ها بی مهر و محبت ها جنجال ها اختلاف هاست وقتی به زندگی کسی دیگه رو میبینن خودشان نگاه میکنن میگه الله ما رو ببین یا چی وضعیت قرار گرفت. کدام شرایط هم داره یا که نه در هر زمان و مکانی میتونه ای اظهار محبت بکنه بله خاط... اسرار اسرار بین زن و شوهر ببینید چرا اسلام تاکید کرده گفته که اسرار بین زن و شوهر حتی حق نداره اولادش هم خبر بشه بله وقتی میگیم که نوازش یا احترام فرق میکنه احترام پیش روی هر کس میتونه همسرت احترام بله پیش روی فرزندان میتونی پیش روی هر کسی که باشه میتونی حرمتش بکنی احترامش بکنی معدبانه هم صحبت بکنی ولی نوازش نمیشه که پیش روی هر کسی برای جان و جگر رو نفس بگی قطعا. اقل این برای یکی از مشکلات که من میخواستم هدف از سوال همی بود که یعنی بعضی اوقات آدم میبینه در فامیل بایا خانواده ای هست که تمام اعضای خانواده از خرد و کلان و محرم و غیر محرم نشستن در این اوقات دیگه نمیشه که انسان اظهار محبت کنه نیست استاد عزیز توصیه برای جوانان عزیز ما میست هزارها بار جان و جگر و قربان گفته در مسنجر و در واتس اپ برای هزارها نفر گفته روان هستیم از اونا 50 فیصدش برای همسرتون بگویید زندگی تان بهش جور میشه و تعبیر یکی از دانشمندان میگفت اگر قدری که ما برای یک تلفن خود ارزش قائلیم همو قدر به همسر خود ارزش قائل بشیم زندگی ما جور میشه میگفت چطور تلفن خود ارزش قائل میگفت تلفن تا پوش میکنه که خط خش نفته رویش روی صفحه میری زد به اصطلاح خش میندازی چارجش همیشه دقیق متوجه هستی پولش متوجه هستی که کم اضاف نشه هر لحظه به جیبیت هست 24 ساعت با تلفونت مصروف هستی وقتی که بری تلفونت میگذاری آنقدر مواظبت که از تلفونت میکنی اگر از همسرت میکردی زندگی جور میشد ولی متاسفانه که کم است کم است بسیار زیاد تشکر در بسیار جملات کوتاه اگر بگویی که علی مرامی پرسیدن که گرفتن اسباب بازی برای کودکان که انواع مختلفش هست مجسمه میتونه باشه و عکس باشه جواز داره بعضی از مذاهب فقهی ما دیدگان که حتی مستحب است که گرفته شود شوافی امام شافعی رحمه الله و دلیل دارن رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم برای اطفال اجازه میدادن اسباب بازی خود ام المؤمنین عایشه میگه حتی زمانی که من به خانه شوهر رفتم اسباب بازی های خود با خود برده بودم عروسک هایی که با اونها بازی میکردم با پیامبر هم امانتی نداشت اینا رو به عنوان یک خاطره نگاه کرده بودم رسول الله صلی الله علیه و از یک کوچه رد میشه برادر انس به نام عمر است یک گنجشکه که به دستش است به با او بازی میکنه یک روزی پیامبر رد میشه میبینه که ابا عمر گریه میکنه پیشش میره پیامبر صلی الله علیه و پرسان میکنه چرا گریان میکنی یا ابا عمر ما فعل بنو غیر چیکرد بنو غیرت هم گنجشکه که پرنده او گریان میکنه میگه یا رسول الله نغیر مات مات مرد پیامبر صلی نوازشش میده شما ببینید شخصیت را. آدم خجالت میکشه وقتی ما نام محمد میگیریم با این اخلاق رفتار و کردار ما اکی. کنارش مینشینه نوازشش میده میگه باش عزیزم باز دیگری باز میاریم برای میدیم بازی کن یعنی برای اجازه میداد برای بانه. اطفال دایره بسیار وسیع است الان بگذارید اما گودگک است اروسک کست هر چه کست چیزی که تفلکا دلشان بخش خوش خوش استفاده بکنن بسیار زیاد تشکر جناب قاضی سبزی که به برنامه آمدید و موضوعات بسیار خوبی را هم اشاره کردید دوستان عزیز آن چیزی که گفتیم خداوند همه ما و شما را توفیق عمل نصیب بگردانه به آنها امیدوار هستم که استفاده کرده باشید و سوالاتتان مطابق میلتان جواب گفته شده باشه تا برنامه دیگر و هفته دیگر خداوند یار و نگهدارتان باد